به نام حضرت دوست، هر چی داریم از اوست، هر چی هم نداریم حتما مصلحت اوست. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، بینندگان مهربون و دوست داشتنی. امیدوارم هر جای کره خاکی دارین زندگی میکنید خوب و سالم و سلامت باشین. امروز هم در خدمت یکی دیگه از پیشکسوتا هستیم، هنرمندی که سالها برای شما خاطره ساز بوده. میریم با هم یه برنامه میبینیم، برمیگردیم. چقدر با این آهنگ ها ما خاطره داریم، چقدر با این ترانه ها خاطره داریم. ما در خدمت استاد علی ناصری هستیم. خیلی خوش آمدید به برنامه کوچه خاطره ها. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه کوچه خاطره ها. امیدوارم که شما و هموطنان عزیزم بینندگان خوش بخوردن باشند. زنده باشین، درود بر شما. ما باعث افتخار ماست که امروز استادی چون علی ناصری این همه ترانه، این همه خاطره امروز اومده کوچه خاطره ها. من بهتون تبریک میگم، واقعا خیلی خوش آمدید. بسیار ممنونم از لطف شما. بنده یک عضو کوچیکی از جمع بزرگ هنرمندان ایران هستم. خواهش میکنم. کوچیک تمامه هنرمندان ایران و ملت ایران است. زنده باشین، شما بزرگوارید. استاد، قبل از صحبتامون، قبل از آهنگهایی که قرار صحبت کنیم راجبش، یک کوریگرافی از خودتون. استاد، اصالتاً کجایی هستن؟ بنده متولد تهران هستم. تهران. سال 1325 23 دوه 1325. بله. این در اردیبهشت ها. ماشاءالله. اردیبهشت به دنیا اومدی. بله. خب. استاد ازدواج کردی؟ بله. حاصل ازدواجتون چیه؟ یک پسر یک دختر. یه جنس جوره دیگه. یه پسر یه دختر. جوره جوره. خب. دختر و پسرتون هم تو کار هنری هستن؟ یا؟ نه، اینها تو کار هنری نیستن. اینها تحصیلات عالی دارن. بله. مشغولن. وقتی پدرشون استاد باشه معلومه که تحصیلاتشون هم خیلی عالیه. خب و تهرانی هستن، کدوم محله؟ کدوم پیو؟ بنده در جنت آباد ساکن هستم. بله. از اول جنت آباد بودی؟ خیر. یا بنده در امیریه و منیریه و بیشتر هنرمندان بعد اونجا بودی. بعد دیگه از اونجا اومدیم طرف آزادی و بعد اومدیم مرزداران و حالا رسیدیم به جنت آباد. جنت آباد خب. یه جای خیلی خوش آب و هواست جنت آباد. نسبتاً تو. خب خیلی از هنرمندای ما، حالا بخوام اسم ببرم، زیادن. بچه همون امیریه و منیریه و اینا بودن. بره. اون موقع بارها نبود، بعداً ساخته شد و اومدن بارا. خب چند سالگی تو منیریه بودیم؟ تا چند سالگی؟ تقریبا دوران بچگی و نوجوانی. نوجوانی. بعد خب الان تمام این بچه محلهای شما دارن برنامه شما رو میبینن. دوست داری بهشون چی بگی؟
اونایی که هم بازی بودی، اونایی که دوستت بودن. متاسفانه الان اونها رو از هیچ کدوم خبر ندارم و خیلی دوست داشتم که خبری داشته باشم از اینا، ولی الان خبری از خبر هیچ کدوم ندارم. ولی امیدوارم هر جا که هستن سلامت و شاد و موفق باشن. زنده باشه. درود بر شما. چطور شد که رفتین به سمت شعر گفتن؟ حالا آیا شما یه شغل دیگه دارین، شغل دومتونه، یا شغل اصلیتون همین شعر گفتن و ترانه سرا؟ من از همون جوانی که شعر رو شروع کردم شغلم نبود. ولی خب وقتی که دیگه این کار رو با عنوان شغل پذیرفتم، دیدم خب اگر من بخوام کار دیگه ای انجام بدم نمیرسم به شعر رو یک کنم. و چون واقعا عشق من تو زندگی فقط شعر موسیقی بود، اینه که تنها شغلی دیده که داشتم از جوانی تا الان همین هنر. بله. تو کار هنر بودید. خیلی هم عالی. ما با ترانه های شما زندگی کردیم، گریه کردیم، خندیدیم، شاد بودیم، عروسی کردیم. با ترانه ها دنیای خاطره داریم. مثلا یکی از ترانه ها تو میخوام اسم ببرم، عبده چندین آهنگ شما به ایرج مهدیان دادین. وقتی این ترانه برگو که دادین بهش، انقلابی بود واقعا در تهران و ایران، خیلی گل کرده بود. ترانه برگ، اگر اجازه بدید بریم ترانه برگ رو ببینیم، قسمت های از ترانه برگ رو ببینیم، برگردیم باز در خدمت شما هستیم. بله، دیدیم ترانه ای رو از استاد علی ناصری به خوانندگی استاد ایرج مهدیان، جاشون اینجا خالیه و اومده بودن چند وقت پیش اینجا ولی الان جاش خالیه. خب آهنگ برگ رو دیدیم، میشه راجع به این یه خود صحبت کنیم؟ این شعر از شما بود، آهنگ و تنظیم و اینا کی این کار کرد برای مهدیان؟ از این بود بودم که آهنگان از زندگیات استاد ناصر آهنگان مقدم. بله، ناصر آهنگ. و تنظیم این آهنگ توسط زندگیات استاد مشتبه میرزاده. بله. ببینید الان ما داریم صحبت میکنیم، هر استادی رو اسم میبریم میگیم زندگیات، چون بین ما نیستن. یادی کنیم از همه هنرمندانی که تا دیروز بین ما بودند، امروز نیستن ولی برای مردم ایران خاطره ساز بودند. چون تو کوچه خاطره ها این برنامه داره پخش میشه، دوست داشتم بگم که واقعا اینا نمردن. هنرمند مرگ نداره. مثلا برای خانم روپرور شما آهنگ دادی، الان تو هر ماشینی میشینی، تو هر خونه ای میری میبینی که صدای روپروره. خب به خانم روپرور چه آهنگی دادی؟ یادتون هست؟ به خاطر تو. به خاطر تو. خواننده‌اش خانم روپرور بود. روپرور بود. بله. که چند ساله که من عاشق تو هستم، عمرم رو به خاطر چی شستم. تو زندگی ازم خطایی کردم، تا این ساعت به پای تو نشستم. عجب آهنگیه. شکستن دل واسه تو آسونه، راستی دلت دستش خوبه. بله، خیلی هم عالی. خیلی هم عالی. خب خانم روپرور، خود بازم باید بگیم روحشون شاد. خواننده هایی بودن که واقعا برای همه ما عزیز بودن، همیشه اینا زنده هستن، مثل شادروان آقاسی عزیز. بلد. برای آقاسی هم آهنگ دادین شما. بلد. یادتون هست چه آهنگی؟ بلد. بلد. برای آقای آقاسی هم زنده یاد کارهای زیادی دادن میشون بودن که اکثرا آهنگش از استاد زنده یاد ناصر آهنگی رو مقدم بوده. بله. عرضم بودمتون خدا رو خوش نمیاد. بله. خیلی هم ممنون. بله. جمعه. خب اگر اجازه بدید بریم خیلی ممنون رو ببینیم، یه لحظه خیلی ممنون رو ببینیم، برگردیم باز در خدمت شما عزیزم. خیلی هم ممنون. باقی دلم از عشقت هر شب میشه گل بارون، گفتی تو را دوست دارم، از تو خیلیم ممنون،
از روزی که من دل به تو بستم، از خدا فقط اینو میخواستم، قدر من و عشقمو بدونی، صد شکر خدا که مهربونی. بعد دیدیم ترانه خیلی زیبایی از سندیاد، نام آشنا، یعنی واقعا چهره آشنای ایران و دنیا، زنده‌یاد آقاسی عزیز، خیلی هم ممنون. این هم تک کلامش بود دیگر، میشه میگفت خیلی هم ممنون. بله. خب استاد، از هم دوره های خودتون، از هم دوره های خودتون بگید، الان هستم از هم دوره هایی که با هم کار میکردی، شاعرا ترانه سرا ها، بله تعدادی هست، بله هست، ولی بگیم متاسفانه فوت کردم. میشه چند تا از هم دورهات اسم ببرین؟ حالا چه اونایی که هستن چه اونایی که رفتن، یه چند تاشون اسم ببرین اینجا یادی بشه ازشون. آقای احمد جوزانی بودن، بله، که فوت کردن از هم بزرگتون. آقای نسرالله ریاپور، بله، دوستان دیگه هستن الان، بله، آقای جمهوری هستش، آقای جویباری، آقای آزاد هستن، بله. اومدن کوچه خاطره ها، اومدن اینایی که اسمی بلی، بله، اومدن کوچه خاطره ها، انشالله که زنده و سلامت باشن. الان استاد اوقات فراغت رو چیکار میکنه؟ کتاب میخونی؟ شعر مینویسی؟ چیکار میکنی؟ بیشتر مطالعه میکنم. مطالعه سرم با کتاب کرد. با کتاب. خب چجوری میشه که یک شاعر مثلا یهو میشینه یه آهنگ، یه شعری رو میگه، مثل همین آهنگ برگی که ما دیدیم میشه گل میکنه، این الهام میشه به شما یا اینکه فکر میکنی فقط کلمه مینویسین؟ چیکار میکنی؟ اون یه اتفاق کوچیکیه، دیدن یک صحنه ممکنه انسان رو بالا بکنه، بله، که آدم از اون الهام بگیری، یا یک کلام، یک کلمه، بله، از کسی شنیدن داری تو کوچه رد میشه، یک کلمه، دو نفر با هم صحبت کنن، یک کلمه شنید میگن، یا هم امکان داره باعث بشه که شما اون شعر رو بگید، شعری بگید. مثلا همین شعر برگ رو یه روز من داشتم خیابون ولیعصر رو به بالا کرد، اون زمان اسم دیگری داشت. خیابون ولیعصر؟ ولیعصر بود دیگه، بعد شد ولیعصر. بله. خیابون ولیعصر. بله. اما بولوار کشاورز بود دیگه. بله. بولوار الیزابت. الیزابت. داشتم تو اون جا رو به بالا میرفتم. بله. در اون قسمت سمت چپ که دود رنگ درخت هست اون وسطش، بله، که پیاده رو هم اون وسط هست، بله، یه پیاده رو وسط هم درخت های چنار ردیف، بله، 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 باز پیاده رو اصلی هست، بله. من داشتم اونجا رنگ پاییز بود، بله، این برگا همینجوری داشتن می افتاده زیر پا می گرده خش صدا می کردن، بله. همین باعث شد که این برگ احساس میکردم که از این بروار ناراحت ندیم که من دارم روش رو راه میرم و شاد میاد، باره شدیم من شعر رو بسانم وقتی که برگی روز نمیمیده اسم میکنم یه دیگه یه بی صدا شد، اسم میکنم چی میذاره تو قلبش وقتی میبینه مرگ لحظه ها شد، آخه من یه برگ خوش رو زدم که بی صدا یه عمری گریه کردم، که البته اینجا یه بیت دیگه اینم داشت که این بیت رو نخوندن، اگرچه در پشت نقاب خند، آخه منم یه برگ خوشبو زردم که بی صدا یه عمری گریه کردم، اگرچه در پشت نقاب خنده همیشه پنهون بوده رنج و درد. اینو نخوندن؟ که اینو نخوندن. ببینید احساس یک هنرمند رو چقدر لطیفه. چطور شد مهدیان را انتخاب کردیم برای این آهنگ؟ این آهنگ ها رو میگم اکثر ها
کارهایی که من میزادم بیشتر آقای آهنیان آهن باشه. آهنش تنظیم میکرد بعد. آقای آهنیان و بنده وقتی کاری رو میساختیم با هم میشستیم صحبت میکنیم که این آهنگ به صدای کی خود برای کی خود از یاد به قول من از اول خواننده اگر گفته بود که این کار رو بسازیم خب ما اون صدای خواننده رو اون کسانی که علاقمند به این صدا هستند رو در نظر گرفتیم چیزی میزاد متعاوض رو بکنم و در اینطور مواقع که میگم ما نشسته بودیم کار رو میزادیم اکثرا این کار رو کردیم میزادیم بعد مثلا من بودم این آقای آهنیان این آهنگ من فکر بودم فلانی بخونه باشه یا ایشون به من بخواهیم اگر این کار رو بگیم جمال بخواهی بخونه این کار رو بگیم نمیدم هر واقع این کار رو بگیم گیتا بله اینجوری انتخاب باشه بله تماس میگرفتن آقای آهنیان آهنگ رو شعر رو برای اون خواننده اون مثلا ما میشود رو میرم خب شما دستمزدتون رو از خواننده میگرفتین از که میگرفت کمپانی میگرفت ما از اسپانسر کارها که هم کمپانی ها بودن میگرفتیم ما بیشتر طرف سابمون اونها بودن کمپانی ها بودن از لحاظ مسئله مادی بله حالا خدایش هم ایرج مهدیان خیلی خوب خوندی آهنگ رو شاید مثلا یک خواننده دیگه میخوند به این شکل نمیخوند خیلی زیبا خوند از جمال وفایی گفتیم برای جمال وفایی هم شما ترانه دادید برای جمال وفایی هم کارهای زیادی ساختن جمال وفایی کمال وفایی و وفا برای هست و ستا برده کار ساختن کارهایی که ساختن برای آقای جمال وفایی یکیش لحظ شماریه بله یکیش گل نازه بعد یکیش بهار آمد بهار آمد جمال وفایی جمال وفایی بعد کمال وفایی هم که کارهای زیادی داریم کمال کمال وفایی خدا بیا آمورده روش باید باشه خوشگلش بود بله خوشگل از سر تا باز زمان بخونه باید ترجمه نشد بله چقدر هم زیباست هیچ میدونی خود هیچ میدونی که چشم بود مثل چراغ جادوست که شروع شد خیلی زیبا بود خیلی زیبا بود بعد این بود خاطره خاطره بود بعد از موضوعتون من به خاطر هرچی که بگذره محالی آدم به کارهای زیادی دیگم ایشون هم بعد کار زیاد دادن و عباس وفا چه آهنگی داریم؟ وفا دوتا کار داده بودن وفا کمتر کار داده بود ولی به کارهایی که به وفا داده بودن عباس وفا بله یکیش آهنگش از نیاد مهدی مدنی بود پیتنسی ساکسیفون زن ایران خب اگر اجازه بدید بریم از جمال وفایی یه ترانه ببینیم برگردیم باز در خدمت شما هستیم شما یه خستگی در کن بینندگان عزیزم یه استراحت و یک چایی بخورم این ترانه رو ببینم و برگشتیم خوش آمدی از سفر همدم و همراز من شور و نوا به پا کن مرغ خوش آواز من دوباره لبهای من به خنده شد آشنا نغمه شادمانی خیزد از این ساز من به شهر ما دوباره بهار آمده به شهر ما دوباره بهار آمده به قلب من دوباره قرار آمده به قلب من دوباره قرار آمده بله عزیزان بخواییم از استاد زنده یاد امان‌الله تاجیک صحبت کنیم استاد من تو هر مجالسی که میبینم مثلا شما هستی روی صحنه دعوت میشین روی صحنه یا جمعی از دوستان هنرمند هستن شما یاد میکنید از استاد تاجیک چند تا آهنگ دادین به آقای تاجیک و میشه اگه خود ازش تعریف کنید
بعد من فکر میکنم که حدود 30 ترانه دادم ایشو خونده که اکثران هم آهنگاش آهنگاش رو زنده یاد بزرگ ناصر آهنیان مقدم ساخت. بله. بهترین ترانهش که شما خودتون الان زمزمه میکنین تو خونه راه میری و این ترانه تو به زبونتون کدومی چی؟ من کارارش رو دوست دارم کنم. بله. خونه مرتب گوش میدم. بله. دنیاش رو گوش میدم. عشق بیفرزومش رو گوش میدم. بله. کارهایی که من دوست دارم. بله. ترانه ها مثل بچه های شما میمونن دیگه. ما نمیتونیم بگیم کدوم رو دوست داری کدوم رو دوست نداری. فرق نمی کنه. دنیا. 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 بعد یک ترانه هم داره همسر. همسر من. همسرم شما. بله. بله. همسر من. بله. کارش که من واقعا دوست دارم. بله. چون راجب همسر اون زمانی من این کار رو ساخته بودم کسی هنوز راجب همسر چیزی نساخته بوده. درود بر شما. خیلی هم عالی. خب استاد موسیقی کشور ما الان در چه حد کجا قرار گرفته؟ شما راضی هستین؟ والا موسیقی مدت ها بود که به بیراه رفته بود و هنوز هم یه مقدار داری میره. ولی خب باز برنامه های پیش اومد، افرادی اومدن و کارهای ایرانی خوبی اجرا کردند و ساختند که یواش یواش موسیقی ایرانی باز جون تازه گرفت. ولی واقعا در حال از بین رفتن بود موسیقی ایرانی. درسته. خب الان اگه بخوایم از شما بخوایم که مثلا یکی رو دعوت به این برنامه کوچه خاطره ها کنید، از هم دوره های خودتون گران هستن، کی رو دعوت میکنید به کوچه خاطره ها؟ البته الان در حال حاضر من دعوت البته خیلی هاش دسترسی نداریم. بله. یه عده که پود کردن. بله. یه عده هم که رفتن اون طرف. بله. الان اینجا الان از کسانی که اینجا هستن کسانی که هستن فقط میتونم بگم ایرج مهدیان هست. بله. فعلا اومده کوچه خاطره ها، دوبار اومده کوچه خاطره ها. بله. از ایرج مهدیان. بله. خب اگر اجازه بدید بریم یکی دیگه از ترانه های زیبای شما رو ببینیم، برگردیم باز در خدمت شما. وقتی پرنده عشق در انتظار مرگه، تو دست طوفان غم مثل یه دونه برگه، نمیخوام بهارو دل بیقرارو بازی روزگارو، نمیخوام بهارو دل بیقرارو بازی روزگارو. نفس گرم تو میتونه دوباره مثل یک معجزه به مرد جون ببخشه، گل مهربونید یا که همزبونید واسه قلب عاشق میتونه مرهم بشه. نمیخوام بهار رو دل بیقرار رو بازی روزگار رو، نمیخوام بهار رو دل بیقرار رو بازی روزگار رو. بله عزیزان، بازگشتیم. امیدواریم خسته نباشید. همینجور که خدمتتون عرض کردم چای رو میل کردین و الان نشستیم پای گیرنده‌هاتون، برنامه کوچه خاطره ها رو میبینید. میخواییم از حسن شجاعی، حسن شجاعی که واقعا دنیای خاطره داریم ازشون، ولی دیگه انقدر گفتیم که شاد روان خدا بیامرزه روحشون شاد، نمیخوام دیگه این جمله رو بگم. هنرمند مرگ نداره، هنرمند همیشه زنده است. از حسن شجاعی بفرمایید چه آهنگی بهش دادی، چه ترانه خوندت شما؟ البته حسن شجاعی کارهای زیادی هم نخونده. بله. تا این کارها رو باید نگاه بکنه روی این
خب میخواین راجع به اینا یه توضیح بدید؟ یه دونش من اجازه بدید جلوی دوربین نشون بدم. ببینید عزیزان بیننده، هر خواننده‌ای که براش ترانه ساخته میشد شعری رو استاد میگفت، باید میرفت یه همچین مجوزی رو میگرفت، با مجوز میخوندن. حالا شما راجع به این مجوزا و اسماشون بفرمایید توضیح بدید که بعد این یکی از کارهاییست که حسن شجاعی خونده بود. بله، اسم کارهاشون هم لطف کنید بگید. اسمش هم روش. بله. این هم هست. حسن شجاعی. عاشقانه. حسن شجاعی عاشقانه. من از امید جان تقاضا دارم که پایان برنامه از اینا عکس بگیره که تو برنامه داشته باشیم. بله. بفرمایید اسمشون، اسم ترانه هم که دادیم بگین که. بله. بله. حسن شجاعی. بله. بلای جان. بله. بلای جان از استاد حسن شجاعی. بله. چرا داز بعد قسمت بود. بله. نه همینطور خواننده هایی دیگه هم که آهنگ دادین، حالا مجوزاشون رو نشون بدین چون این دنیای خاطر است. اسم ترانه هاشون هم لطف کنید بگید. این ایرج مهدیان، ایرج سرگشته. بله. اینو آشتی خانم زیبا کناری. خانم زیبا کناری هستن الان؟ بله. کجا زندگی میکنن؟ نه دقیقا نمیدونم. بله. بله. درس محبت جمال وفایی. درس محبت از حسن شجاعی. بله. فرصت گریه کردن احمد معینی. احمد معینی. همه اینا رو باید بگیم شادروان، واقعا دنیای خاطره بودن. بله. تراوت بهار، اینا که قبل چشمه تو برای مستمر شبانی. اینم شجاعی. حسن شجاعی. کل نیوبر مهدیان. ایرج مهدیان. دوراهی مهدیان. به خاطر تو مهدیان. بله. پس به ایرج مهدیان هم آهنگ زیاد داریم. شعر. بله. بله زیاد بود. این قدر چشمه تو بود. اینه هست. اینا رو اونتا. اینا قبل اینکه تاک بخونیم و مثل مهر بزنن اینا، اینا رو خراف میکردن خانوم نوبت وارو و خانوم سیمینی به سیمینی به فرامی که این از خانوم نوبت بس این ابدای دکتر صفایی. بله دکتر صفایی، یاد همه شون گرامی. خیلی خوب اونجا زیاده. بله بریم دیگه. آره اینا زیاده میشه. رو خواهیم بیننده های عزیزی خسته میشن. با دیدن این سندهایی که شما الان دارین با مجوزها، میخوام ببینم که شما حسرت گذشته رو میخورین؟ البته. خب میشه یه خود تعریف کنیم؟ یعنی در واقع الان احساس میکنم خب همه چیز رو از دست دادیم دیگه. بله. ولی اینا ماندگاره، این ترانه هایی که شما دادین به خواننده های خوبی مثل حسن شجاعی، روح‌پرور، پروا و خیلی های دیگه. وقتی دوباره به خونه قدم گذاشتی، گله های شادی تو قلبم دوباره کاشتی. من میدونستم یه روزی تو برمیگردی، چیزی از من میدونم به دل نداشتی. گوهر آسمونی نگاه، چشمی مهربونی نگاه. گوهر آسمونی نگاه، چشمی مهربونی نگاه. میدونی خیلی عزیزی واسه من، گوش نده غریب خامرش میگن. چرا برنم زدی بخن سکوت، آخه ای امید من عرضی بزن. گوهر آسمونی نگاه، چشمی مهربونی نگاه. گوهر آسمونی نگاه.
بله دیدید صدای زیبای زنده یار حسن شجاعی رو، یک صدای خواستنی و خواست، فراموش نشدنی، روح شاد. خب استاد شغل دیگه ای نداره، شغلتون رو فرمودید همیش شاعری و شعر گفتن. خب میخوام بدونم که از اون شعری که گفتی خیلی تو رو راضی کرد، مثلا دادی عباس قادری خون، ولی پیش خودت میگی ای کاش میدادم مثلا حسن شجاعی خون، اون کدوم ترانه است؟ خیلی از کارها که اون زمان اجرا کردیم وقتی الان نگو بودم اینه خون. یک پشت از کارها به اعتقاد من حروم شده، یعنی اون رو که باید شاید در نیومده، ولی خب اون کارهایی که خوب بوده به نظر خودم و خود هنوز برام شنیدنشون خوب و دوست دارم چند کار هست. درست. ببینید شما فکر میکنم بالای 200 ترانه به عباس قادری دادید، نمیشه دونه دونه اینا رو جدا کرد و با کدوم خوبه کدوم بده، ولی خب همش رو آقای قادری به زیبایی اجرا کردن. استاد دیدم بعد از انقلاب شما به ترانه های جوان امروز هم ترانه شعر دادیم، مثل ایبدی و چند تا خواننده دیگه، میشه اسم بین از خواننده هاشون بعد؟ اولین کارهایی که من دادم به اینها ایبدی و امیر تاجیک دو تا کار یه رو بهشون یه رو دو تا خواننده؟ دو خواننده. خب اگه اجازه بدید بریم صدای زیبای جناب آقای عباس قادری که انشالله هرچه زودتر به ایران برگرده، رفته کنسرت داره یا امریکا، انشالله به زودی برگرده اینجا کنسرت بذاره، بریم بشینیم پای ترانه های زیبایی که شما بهشون دادیم. صدای عباس قادری رو میشنویم، برمیگردیم باز وقت بگیریم. من میدونم شما رو دارم خسته میکنم، شنیدیم صدای عباس قادری رو، امیدوارم ما که لذت بردیم، بینندگان عزیزم لذت برده باشن. استاد اگر یک بار دیگه شما به دنیا بیاید با این وضعی که الان برامون پیش اومده، بازم همین راهو میری شعر میگی یا شغل دیگه انتخاب میکنی؟ حالا من اگر بار دیگه بخوام به دنیا بیام ایشون انتخاب میکنم. خب با اینکه خب همه هنرمندان پیشکسوت ما خب یه جورایی دلخورن، خود من همیشه میگم من که کاری نیستم، ولی همیشه میگم ای کاش یه شغلی انتخاب میکردم که الان یه کاری داشتم. مثلا از وقتی که این شلوغی ها شروع شده من 4 ماه خونم کار نکردم، کار من اینه، یا حالا مطبوعات یا گفتگو یا تئاتر. الان متاسفانه 4 ماهه که به خاطر مردم، به احترام مردم تعطیل کردم. گفتم چون اونو ببخشید من عذرخواهی میکنم، اونا جووناشون رو دست میدن من بیام بشینم صحبت کنم، چه کی حوصله داره بشینه پای صحبت های من؟ گذاشتم همه هنرمندا یه جورایی دلخورن. خب مردم چی؟ مردم قدردان شما بودن؟ مردم همیشه بودن و هستن خواهند. بله مردم خواهند. ما که در واقع مثل خواننده ها و موزیسین ها چون تو صحنه نبودیم، در واقع پشت صحنه ما رو به اون صورت از لحاظ چهره نمیشناسن. درسته. بله ولی خب اسامی اونا که علاقمند به موسیقی هستن دو شعر، اونها اسامی ما رو شنیدن و دیدن. بله همیشه همینطوری بوده. ببینید یک شاعر شعر میگه، یک نوازنده ها میان مینوازن، ترانه سرا و تنظیم کننده همه اینا پشت صحنه هستن، یک ترانه میسازن، مثال میاد خانم همیرا میخونه، مردم خانم همیرا رو میشناسن، اون شاعر و اون نوازنده و اون تنظیم کننده رو خیلی کم، اینکه هنرمندا بشناسن. ولی شما زنده باشین الهی، خیلی خاطره ساز بودین واقعا برای ایرانی، خیلی خاطره ها ساختیم که از یاد نمیره. میریم یه ترانه زیبا از خانم گیتا میشنویم، میبینیم، برمیگردیم باز در خدمت شما. حالا از من بود تو برمیگردونی، روزی صد بار تنمو میلرزونی،
ارزونی، حالا از من گوتو بر میگردونی، روزی صد بار تنمو میلرزونی، روزی صد بار تنمو میلرزونی، حالا از من گوتو بر میگردونی، روزی صد بار تنمو میلرزونی، حالا از من گوتو بر میگردونی، روزی صد بار تنمو بعد دیدیم شنیدیم صدای خانم گیتار رو. برای خانم گیتار شما چند تا آهنگ دادیم؟ من بگونم 5-6 تا. خب اون گل ترانش که خیلی خودتون دوست دارین کدومه؟ البته چند تا کاره بله. یکیش برام فریاد از این عشق، بعد یکیشم هست چی شده، بعد یکیشم هست آدم عاقل مگه عاشق میشه. آدم عاقل مگه عاشق میشه، خیلی هم عالی. خب از خانم پروا میخواییم صحبت کنیم. البته اینایی که من اسم میبرم همه شون اومدن کجای خاطره. خانم پروا من یک بار اتریش وین خدمتشون رسیدم برای گفته بود، بعد که دیگه اومد ایران، الانم ایرانه، یک بارم ایران رفت در خدمتشون. به خانم پروا چند تا آهنگ دادین؟ آهنگایی که دادین رو اگر امکان دادین؟ البته آهنگ چی ترانه شعر دادین؟ آهنگ ها که اونتر تعلق آقای آهنیان بود، آهنگ مقدم. بله. سه تا یا چهار تا کار من دادم به ایشون بوده که یکیش چلچله هست. بله. یکیش هم پاشتیه. بعد دیگه میگه دیگه یادم نیست. حالا اسمش بازم خوبه که استاد بعضی از ترانه ها رو که اسم میبره من تعجب میکنم، چون سالها گذشته هر کی باشه فراموش میکنه. استاد ما یادمون نیست نهار چی خوردیم، شما مال 45 سال پیشو میگی. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. و کدوم آهنگ پروا رو شما بیشتر دوست دارین؟ این کاری که خودم دادم چه میفهمید؟ بله بله چلچل رو دوست دارم. خیلی خوب. بعد حالا از موسیقی کشور بگیم. من خودم شخصا تو این چند سال گذشته از موسیقی که این برای بچه ها میان میخونن احساس خوبی ندارم، چون یه چیزایی میخونن که آدم جلوی زن بچهش خجالت میکشه که این آهنگ رو بذاره گوش بده. خب اینا باید چی کار کنن؟ مثلا همه یه جوان ها به ما مراجعه میکنن میگن ما میخواییم بیاییم تو این کار، میخواییم مثلا بخونیم، میخواییم آقای ناصری برای ما آهنگ بسازه. چی کار کنن؟ بیان تو این کار، نه یا شما چجوری میبینید این را؟ این دیگه به نظر من نیست که اینو بیان یا نیان. بله. هر کسی دوست داره خودش تصمیم بگیره چی کار بکنه، چی کار نکنه. نه خب تجربه‌ای که شما دارید و وضع حال رو میبینید. من اگر فرض کنید پسر من بخواد بیاد تو کار موزیک کلمان بهش میگم نه دنبال زندگی باش، برای که الان این کار به حساب نمیاد. متاسفانه میگم برو دنبال زندگی، دنبال کار. بله. از اون جایی که ما راجع به این صحبت کردیم که امروز شرایط موسیقی ایران چجوریه، به خاطر این سوال کردم. و یه خیلی از جوان ها دوست دارن بیان تو این کار، ولی الان میدونید که شرایط مثال 3-4 سال کرونا بود. بعد از این هم این شلوغی ها شروع شد، شاعرها خونه نشستن. خب بعد الان میخوان مثلا یک ترانه بدن امید مصفا بخونه، میگه این مبلغ رو باید بدی بیان. جوان های ما الان دارن این مبلغ رو بدن بیان، میخوان تلافی 3-4 ساله در بیارن دیگه. یک این که بهتره که این شغل رو من از شما سوال کردم، شغل دوم انتخاب کنن. بله. شغل اصلیشون نباشه که موسیقی یا خوانندگی یا حالا بازیگری، چون به ما خیلی میگن. من میگم اگر شغل دومتون باشه بد نیست. خب اگر اجازه بدید بریم چلچله رو با صدای خانم پروا ببینیم، برگردیم با در. شب هم رو به مسیح بیا بیا
صدای خانم پروا رو با شعر استاد علی ناصری نازنین. اوج کار شما کجا بود که سرت خیلی شلوغ بود؟ اگه یه خواننده‌ای می‌خواست یه شعر شما بهش بگید شاید ماها طول می‌کشید. اوج کارتون کجا بود؟ اوج کار من زمانی بود که دو تا خواننده در ایران قول کردن، نعمت‌الله آغاسی و سوسن و خانم سوسن. با اومدن این دو خواننده بازار هنر گرم شد. بله. بازار هنر گرم شد و اون موقع بود که یه واقعا خیلی ها که صدایی داشتند و علاقمند به خوندن بودن اومدن و خوندن و اون موقع سرمون خیلی شروع بود و کارمون خیلی زیاد بود به طوری که ما اصلا خیلی از کارها رو قبول نمی کردیم. درست. ولی نمی تونستیم دیگه. نه. مثلا زمانی رسیده بود که ما هر ماه باید یک آلبوم برای یه خواننده بزنیم. یعنی یک آلبوم در 12 تا آهن. بعد 12 آهنگ میشد یه آلبوم. بعد مثلا این رو باید مثلا باید این آلبوم رو تو یک ماه تو یک ماه بزن. بعد این کار داشت 12 تا کار راست و ریس کردنش، آهنگ، شعرش، تنظیمش زمان میبرد. اینه که خود به قول من و شعرش هم زمان زیادی میبرد. بله. به خصوص برای کسانی که وسواس عجیبی روی کار خودشون داشتن زمان زیادی میبود. درسته. برای خانم سوسن رو آهنگ دادیم شعر به من خیلی من نه بهشون شعری ندادم ولی بحثم سر این بود که این دوتا اومدن این دو خواننده بازار موسیقی گرم شد. خب جناب آقای ناصری حیفه که تو این برنامه ما یادی نکنیم از خانم بهبهانی. شما خیلی دوستی تنگ و تنگ داشتیم. البته ما دوستی تنگ و تنگ نداشتیم. ایشون در مجوز دادن و اینا خیلی بله ایشون یکی از اعضای مثل شعر و ترانه مثلا فرهنگ هنر بودن. بله. و من عضو بودم اونجا. بله ایشون در واقع یکی از اساتید بزرگی بودن که اونجا نظر میدادن و یه اشعار تصویب میکردن. بله. ما افتخار این رو داشتیم که میرفتیم خدمت ایشون برای ارائه شعرمون رو برای مجمز. امروز رو نمیگفت امروز به این فردا بیایی؟ خیلی نمیگفت. همیشه نهایت محبت رو میگردن و ایشون بسیار بزرگوار بودن و بسیار راه نمایی کردن بنده رو و من همیشه از ایشون به نیکی یاد میکنم و بارها و بارها در مجالس دوستان دیدم که هستند همیشه ذکر خیریشون هست و من ممنونم از ایشون و
خیلی از موجود ایشون، راه نماهی های ایشون استفاده بود. انشالله شما زنده باشین، درود بر شما. ما باید میگم همه رو باید بگیم روحشون شاد، یادشون گرامی. بله عزیزان، از علی نظری، برای علی نظری هم شما آهنگ دارید، شعر دارید. بله چه شعری رو به علی نظری دادید؟ علی نظری چند تا کار دادیم که آهنگ باشم از آقای پاهنیان مقدم بود که به من بود، یکیش بود درده محبت. بیا ببین چه کرده این دمی که در سینه من است، برای این دل غمی جدا شدم از تو مردم است. چه کرده این غمی که در سینه من است، برای این دل غمی جدا شدن از تو مردن است. چه گویم از این دلی که همچن غرور من بی صدا شکست، چه گویم از این دلی که همچن غرور من بی صدا شکست. بله عزیزان، من اینجا یه سری از مجله ها رو میبینم که از نشریات روزه. الان هم اینا چاپ میشه؟ بعضیشون چاپ میشه، بعضیشون چاپ میشه. خیلی از استاد نوشتن و صحبت های خیلی خوب. حالا من چند تاشو نشون میدم. نمیخوام تبلیغ مجله رو بکنم، فقط میدونم که استاد گفتگویی داشته با این مجله ها. ما میخواییم زحمت اون کسایی که زحمت کشیدن برای استاد و این گفتگوها رو انجام دادن تشکر کنیم. راجع به یک مجله هم باید صحبت کنیم. این ماهنامه گلاغا هست. ماهنامه گلاغا، بله. که گلاغا شما زحمت میکشیدیم این مطلب مینوشتیم. بله بله، همکاری داشتم با گلاغا. بله آقای کیمت صابر فرمینه. بله بله، ایشون یک هفته نامه داشتن، یک ماه نامه که کارکاری منتشر میشوند. بعد من در هفته نامه کار میکردم و در ماه نامه هم کارکاری کارهایی فکر کنم اسم مستعار هم داشتیم. بله من هم با نامه خودم کارم تو اینجا چاپ میشوند، کار طنز، هم با نامه مستعار علی بابا. بعد سعی میکردم وقایعی که اتفاق میفته مثلا بیشتر مثلا مثل بازی های تیم استقلال و پرسپولیس مثلا سر و صدایی داشت مثلا بیشتر مثلا دیگه استقلال پرسپولیس. بله اینا تو همیشه تو فینال یه حوادثی که تو رو میفته. بله مثلا این حادثه ای که اتفاق افتاده بود سال 89 سالی هست این سال چی؟ 79 سال 79 سال که مثلا هاشی اعتدار شد این برنامه که دعوا شد و نمیدونم یه مقدار درگیری شد، اینو من به شعر در آورده بودم. حالا که تو همین مجله هستی؟ نه میشه اگر که این روی جلدم در واقع به خاطر همون درگیری های اون موقع هست که داور من یه توپ بره بیرون. بله این کیسه بوکس ها بیاد بستن بود؟ بله دستکش های بوکس دستکش بوکس بیاد بستن. بله داور بود از این سوال. بله جنگ تن به تن. بله اینو شما گفتید. بله میشه بفرمید؟ بله آخر خریدم یک بلیت از دست دلال، رفتم به ورزشگاه آزادی چه خوشحال. هنگام رفتن زیر لب گفتم که شاید بختم شده یارو به من رو کرده اقبال.
خواهم تماشا کرد یک بازی که بیشک هرگز نظیرش را ندیدم تا امروز. با اشتیاق و شوق چشمم در پی توپ، هر لحظه بازی را نمودم بنده دنبال. دیدار استقلال و پیروزی سرانجام شد یک نبرد تن به تن، پرقیل و پرقال. رفتار و کار بعضی از بازیکنان بود دارای نقص فنی و ایراد و اشکال. شد حمله بر سوی حریف خود برومند، با مشت مستحکم به راه انداخت جنجال. پایان رهفت نیز در پایان بازی شد نقش بر روی و زمین و رفت از حال. جنگ و گریز سامره با رهبری فر با یک کف پا خط شد بیداد و بیقال. احمد رضا قرآن سوی پور حیدری رفت، از اون بعید است این چنین رفتار و اعمال. آمد نوازی تا بگوید، تا بگوید ما هم هستیم. با مشت استیلی کم نامه سرها. مهدی رسید از جمع یاران ذخیره، در زیر پای اون نوازی شد لگدمان. دشنام بود و ضرب و شتم به ناروا بود، ای کاش بر خاطی فشاری می شد ایمان. پرسید از من یک تماشاچی، برادر اینجا لیان شامپورس یا میدان فوتبال؟ لیان شامپورس هم؟ بله. اون جنجوران کوهستان بود که به ژاپنیه. بله بله بله، تقدیم می کنیم به تیم استقلال و پرسپولیس که شعرش رو استاد علی ناصری گفتن، ما هم لذت بردیم. من یک چند دقیقه برای پایان برنامه داریم، میخوام از استاد حبیب جوانی تهیه کننده این برنامه دعوت کنم بیاد اینجا، منم یک استراحت رو کوتاه بکنم، باز برگردم با شما هستم برای خدا کسی. مرسی. سلام عرض میکنم چرا به استاد بزرگ آقای علی ناصری. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان این برنامه. ما مخلص شما هستیم، قدم شش به ما گذاشتید، برنامه کوچه خاطره ها تشریف بردید، دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونیم از شما. خواهش میکنم، من درم سپاسگزارم از لطف محبت شما و لطف محبت آقای موسوی. ما مخلص شما هستیم. استاد بزرگ، با توجه به این که شما مهمان عزیز ما هستید، قدم رو چشم ما گذاشتید، حیف دو بیت شعر ما رو مهمان نکنید شما. حتما. ممنون میشم. عشق تفسیر تمام زندگیست. صبح و لبخند، صبح و لبخند و سلام زندگیست. سلام. قبلگاه حافظ خلوت نشین، بهترین شعر و کلام. بله عزیزان، بازگشتیم. سلام مجدد دارم خدمتتون، چرا که این برنامه واقعا من خودم افتخار میکنم که در پیش این استادی نشستم که دنیای خاطره برای ما داشته و جا داره که من اینجا تشکر و قدردانی بکنم از استاد حبیب جهانی، این مرد بزرگ، دوست داشتنی، مهربون، سفره‌دار، چرا که همیشه ما رو گروه کوچه خاطره ها رو شرمنده خودش میکنه و اینه که داره حمایت میکنه. همینطور که خود آقای جهانی فرمودن، بیایید همینطور که برنامه رو دوست دارید، هر جا ما رو میبینید، جلومون رو میگیرید، تشکر، قدردانی، خدا پدرت بیامرزه، بیایید حمایت کنید، بیایید اسپانسر باشید. یه دست صدا نداره. شما میگین این برنامه ادامه داشته باشه، من تا نفس دارم این برنامه ادامه داره، ولی شما باید حمایت کنید، اسپانسر این برنامه بشید. من ازتون خواهش میکنم و جا داره که تشکر و قدردانی بکنم از مهندس بهرام نازنی، مدیر سه شبکه، همینطور که آقای جهانی فرمودن، یاس تیوی، خانه فین و خانه هنرمندا. خانه هنرمندا چقدر زیباست، اسمش چقدر زیباست، خانه هنرمندا یعنی خانه شما ملت ایران، خانه هنرمندا یعنی خانه هنرمندا. من زیادی خستت نکنم. خسته نشدی کستار؟ خواهش مونم. داره یه چیز بگم بخندی؟ بگم از صحبت های شما. خواهش میکنم.
و ممنونم از لطفی که نسبت به من دادید. زنده باشی عزیزی، شما واقعا برای ما عزیزی. من سالها شما رو میشناسم و ارادت دارم خدمتتون و میبینید که هر جا میبینم میخوام دستتون رو ببوسم و اجازه نمیدی. خدا میدونه شما سرور ما. استاد یه سوال، شما عاشق شدی؟ عاشق که هر کسی باید عاشق شده باشه تا زندگیش لذت بخش باشه. بله. خب از زندگی لذت میبره دیگه. بچهای گل و جنس هم که جوری دختر و پسر رو خوشبختانه من از زندگی راضی هستم. بله. با تمام گرفتاری هایی که فعلا برای همه هست. همه هست. بله. برای ما هم هست با گرفتاری ها. ولی با تمام یوتوب من از زندگی راضی هستم. از همسرم بسیار راضی هستم. زنده باشن انشاءالله. همیشه پشتیبان من بوده، یار و یاور من بوده و همچنین دختر و پسر. همیشه میگن پشت یک مرد موفق همسر مهربونش. همین آقای حبیب جهانی که خدمتتون عرض کردم یک معدن داره، ولی چقدر یعنی یک سر سوزن تو خانوادهش مشکل نداره. دو تا پسر داره مثل دسته گل، دو تا عروس داره، خواهرم خیلی دسته گل. من بهشون تبریک میگم که یه همچون خانواده ای داره. اگر ببینید ما وقت اینو مثالی که از همیشه گفتیم، آدم وقتی یه جا میره بروی باز میره. ما هر موقع در این خونه رو زدیم همسر مهربونش با لبخند استقبال کرده، بچه های گلش. اگر هم الان اینجا نیستن فقط به خاطر اینکه برنامه ما راحت پیش بره، یه باش معذب نباشیم، راحت باشیم. من از همینجا به خانواده محترم حبیب جهانی درود میفرستم، ایشاده که سالم و سلامت باشن، همیشه دلشون شاد باشه و لبشون خندون. و خاطراتی دارم از بروژه برای مردم اونجا، مردم خونگرم و مهمان نواز. چقدر مهمان نوازن، ما رفتیم چقدر جا تو فالی خیلی خوش گذشت. برای مردم بروژه هم آرزوی موفقیت دارم. و سرکار خانم ناصری نازنین یکی از کسانی که هنرمندا رو حمایت میکنه، نه این برنامه رو، هنرمندا رو حمایت میکنه، به همه پیشکسوتا سر میزنه، اونهایی که مریضن تو بستر بیماری هستن بهشون سر میزنه. ببینید خودش یه حمایت بزرگیه. هنرمند نیاز به محبت شما داره، بهشون سر بزنید، بهشون زنگ بزنید، با یه تلفن جویای حالش باشید. شما برنامه کوچه خاطره ها رو میبینید؟ بله. خب پیشنهادتون، انتقادتون، چون انتقاد شماست که برنامه ما رو میسازه، پیشنهادتون چیه؟ انتقاد البته مشخصه که هر کاری بالاخره 100% ما نمیتونیم بگیم از لحاظ کیفیت کار بالا سقوط و بلند میشه. در حال نواقص کوچیکی ممکنه مثلا وجود داشته باشه در برنامه های مختلف، همچنین برنامه هاشون. اما برنامه ها اونقدر نیست که زیاد به قول معروف یه وقت ممکنه مثلا صدای اشکال کوچیک داشته باشه. اینا رو میشه برطرف کرد، ولی در مجموع برنامه ها اصلا اجرا میشه. قربون شما برم با محبتی. ببینید عزیزان، سالهاست این برنامه کوچه خاطره رو آنتن هنرمندهایی که مثل استاد ناصر ملک‌موتی، مثل آقای وحدت و خیلی اگه بخوام بشمارم زیاد هستن. همه هنرمندان پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون اومدن جلوی دوربین کوچه خاطره ها تا خاطراتی رو از شما زنده کنن، تا یاد تجدید خاطره بشه برای شما پدر مادرها. من از جوانترها میخوام که زیاد این کانال رو کانال نکنن، چرا که ما خاطرات پدر مادرها رو داریم زنده میکنیم. ایشالله که زنده و سلامت باشین. بله، از قدیم گفتن به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. یواش یواش داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. جا داره من تشکر و قدردانی کنم از آقای حبیب جهانی نازنین که همیشه مورد لطف و محبت قرار میده و نمیدونم با چه زبانی ازشون تشکر کنم. تشکر کنم از امید مصباح نازنین که تصویربردار خوب، تدوینگر خوب، دوست خوب، دوست خوب. میگن آدم حرف دلشو
شاید به برادرش نتونه بزنه ولی به دوستش میزنه خیلی راحت. امید مصبا دوست نازنین ما و دوست عزیزمون اسم شریفشون من آقا مسعود شجاعی مهمان برنامه بودن اینجا نشستن و خیلی تشکر و قدردانی میکنیم ازش و از استاد و مهندس بهرام نازنین باز تشکر میکنم با سه شبکه مدیریت سه شبکه خوب خانه هنرمندا، خانه فیلم و یاس تیوی که برنامه ها رو داره ساپورت میکنه. ممنونم از برادر گلشون، ممنونم که اسم شریفشون الان یادم نیست، تشکر و قدردانی میکنم و از استاد عزیز که افتخار دادن، واقعا افتخار دادن به کوچه خاطره ها اومدن تا خاطرات شما عزیزان رو زنده کنن. شما بزرگواران رو میخوام به خدا بسپارم. بعد از خداحافظی آقای علی ناصری نازنین خداحافظی میکنیم. بفرمایید. من مجددا تشکر میکنم از آقای محمد موسوی، آقای جهانی و تصویر بردار عزیز امید مصباح. بله آقای امید مصباح زحمت زیادی کشیدم، همچنین میهمان عزیزی که آقای جهانی دارن تشکر میکنم. امیدوارم که سلامت، خوش و برقرار باشید. زنده باشید. درود بر شما. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و یه هدیه بزرگی که به من دادن نگاه کنید، یک سی دی از امان الله تاجیک که امروز من وقتی خدمت استاد رسیدم گفتم ایشون زنده است. هنرمند مرگ نداره. چرا که هر ماشینی الان ما میشینیم صدای اینا رو میشنویم. تو هر خونه ای، تو هر عروسی که میریم صدای این عزیزان رو میشنویم. و برای کوچه خاطره ها نوشتن، امضا کردن، این میره توی آرشیو کوچه خاطره ها. آرشیو کوچه خاطره ها رو یک بار بردن، اگه یاد شما ها باشه بردن، ولی دوباره خدا کمک کرد، شما کمک کردید، شما مردم عزیز. از هر کدومتونم یه دونه یادگاری تو آرشیو داشته باشم برای من بسه و سالها میمونه و میبینید و لذت میبرید. شما عزیزان رو، شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون باشه. بدرود.